نوروزتان پیروز. بینندگان گرامی، در خدمت دو تن از هنرمندان شهر تورنتو هستیم، خانم گلاویج و آقای یاری. عیدتون مبارک. سال نو مبارک. خوش اومدید. میدونم تو این بلبشوی بازار نوروزی و نمیدونم ایام عید و مهمانی ها و کنسرت ها و چیزی شما هم گرفتارین. به هر حال ممنونم که تشریف آوردید و در خدمتتون هستیم پای سفره هفت سین. ان شاءالله که سال خوبی پیش رو داشته باشید. حالا گلاوی جان، میدونم شما کردین. برای ما حتما آهنگ کردی هم که میخونید. حتما. با یاری جان. یاری جان شما مال سیستان بلوچستان هستین؟ بلوچستان. بله بلوچستان. کدوم شهرش؟ ما زاهدان هستیم. مگه اجازه فرمایید؟ زاهدان. بله. به خواهش من. به زابلی بلوچی چی؟ به بلوچی. بله به بلوچی. تبریک نوروزی. بله. درود میگم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از همه عزیزان، جناب آقای زریمر عزیز و پرسنل خوب شبکه که لطف کردن و بنده رو دعوت کردن. منم این عید رو تبریک میگم خدمت همه هموطنان عزیزمون و در این سال آرزوی صلح و آرامش برای همه جای دنیا دارم، به خصوص کشورهای عزیزمون ایران و کانادای بزرگ. به زمان بلوچی هم اگه اجازه بفرمایید تبریک بگم. بله مردم خوب کشورمون، یه روچا تبریک شین به تمام بلوچان، به تمام هموطنان هر جای دنیا که هستن، خوش بید و زندگی به جانب گوازینید. بله خیلی متشکرم. یاری اسم کوچیکه یا اسم بزرگه؟ جان والله این اسم در واقع هنری مونه که گذاشتم. اسم هنری بره، یاری. بره بره. شما یاری میکنین مثلا خانم گلاویج و بقیه هم یاری میکنه؟ همیشه یاری میکنه همه رو. همه رو یاری میکنه که یاری اندر کس نمیبینم یاران را چشون یاری جاست. واقعا یاری یاری دهنده است. خب گلاویج جان شما هم کردی هستی، به کردی هم یه تبریک. خب منم به نوبه خودم سال نو رو تبریک میگم به همه هموطنانم، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران. امیدوارم سالی باشه پر از موفقیت و پر از رزق و روزی و برکت برای همه و سالی باشه پر از صلح و صفا و هیچ جای دنیا جنگ نباشه، علل خصوص برای کردا که میدونین امسال سالی بوده که توی کشور سوریه جنگ بوده و هست. در سوریه هم در سوریه کرد. بله کردستان 4 تا پارچه از سوریه و ترکیه و عراق و ایران. الان مدت خیلی طولانیه که داعش و هشت شعبی و حمله کرده خب به کردستان، هر دفعه توی شنگال بوده، توی کوبانی بوده، الان هم که افرین رو گرفتن و دارن فقط زن و بچه رو اونجا قتل و عام میکنن. بله امیدوارم که امسال دیگه برای کردا واقعا سالی باشه پر از صلح برای تمام مردم جهان کردن که همیشه گرفتار اینجور. بله اگه اجازه بدی با زبان مادری من برای برای عزیزان هموطنم. بله خوش سالی تازه پیروز با یکم لهمو کرد لهمو شونه که دنیا که هنهی و دارم که امسال ایتر سالگ ببراسی شر لهیش کهی که دنیا نبه، هیچ جنک هیچ منالگ لهیش شونه که دنیا نکجره. هیوادارم ام شرب کتایی پی به تو افرینش سرب که به تو، هیوادارم که سرکوتن با هر همون کردستانه. بجی کرد، بجی کردستان، بجی کردستان. بله واقعا برای تمام مردم دنیا آرزوی سال و سفر داریم. برای کردا به ویژه این اشکال کار ملت ها نیستن، ملت ها با هم کاری ندارن، فقط رهبران لعنتی هستن که ملت ها رو به جون هم میندازن. بله 100 درصد همینطوره. دو تا رهبر با هم دیگه نمیتونن بسازن، سربازایی که به صلات ملتشون رو به صورت سرباز ببینن همدیگه رو بکشین. خب چرا؟ خب مشکل رهبر و رهبران زورگو و خودخواه و جاه طلبه. به هر حال بگذاریم ایام بهار و بریم سراغ برنامه‌هایی که خواهیم داشت. ضمناً میدونم این روزا گرفتارین. بله. امروز که عیده کجا برنامه دارین؟ فردا چه کجا دارین؟ والا امشب که ما با جناب آقای یاری توی شبستان برنامه داریم، امشب و 21 و فردا شب و 24 مارچ بازم که شنبه میشه با آقای یاری. البته خودشون ایشون اول توی شبستان برنامه دارن، بعدش برمیگردن توی بلا فرنیا که توی شابسن یانگه. بله آقای علی قدیمی اونجا هستش، ما اونجا برنامه داریم تا پاسی از نیمه شب. بله. با هنگای کردی و فارسی و اسپانسر برنامه ما هم هستن و غذاهای ظهر ما رو
رستوران بلافرنیا تعمیم کنن. با تشکر از دوست گرامی آقای علی قدیمی، سرپرست رستوران بلافرنیا در شاپ سان یانگ. بله، اجازه بدیم من یه اسپیشل تانکس هم بفرستم برای خانم نازی عروس بیوتی که کارای من همیشه بدون دریافت حتی یک سنت برای من انجام میده، کار میکاپ منو ناز باشن ایشالله که همیشه نازن واقعا. بسیار با معرفت همه برنامه های من آقای یاری رو واقعا ساپورت میکنه، خیلی مهربونه. بله. خب یاری جان، شما چه برنامه خاصی دارین؟ با چه کسی دیگه غیر از گلاویش؟ والا من اکثرا با همه هنرمندان عزیز کار میکنم، ولی بیشترین فعالیتی که دارم فعلا تو رستوران شبستان هست. میشه تشفاوت فکر میکنم هستن شما؟ بله، رستوران با روزنامه‌هاتون در ارتباط هستن و هم رستوران شبستان و هم ارز پرسیکا و ارز تاجینا موجود هستن. بله، رستوران شبستان انتهای میشه تقریبا شاپ سان یانگ که بخشین میشه سر سنتر و پلازا ایرانیان. بله، پلازا ایرانیان بین سوپر خوراک و باسیز یک خیابونه که همون دقیقاً یه جورایی میشه زیر ارز مسخال، دقیقاً میشه آدرس قرار چسبیده به پلازا ایرانیان. پلازا ایرانیان، بله، اونجا داریم، اونجا در خدمتتون هست. اولا از شما ممنونیم که با ضرب آقای نشاط و آقای فیروز شما همکاری همیاری کردید. خیلی ممنون، بسیار زیبا بود. بله، اون ضربی که شنیدید صدای ضرب و هنر آقای یاری بود. و چه هدیه واسه ما داری به غیر از اینکه اومدی و تبریک گفتی؟ از نظر موسیقی چی؟ خب ما چند تا برام بخونی؟ ما والا شما اجازه بدیم ما تا فردا میتونیم براتون بخونیم. ما با آقای یاری خوش میتونستیم. ما به قول ایران پر از لهجه های شیرین هستش واقعا. از همه لهجه ما موسیقی مرز نداره. ما گاهی وقت تو برنامه ها میگن وای شما عربی نخون، شما این، میگم من موسیقی تنها زبونیه که مرز نداره، یعنی تنها چیزی که نمیشه بگی که من واقعا از این لهجه خوشم میاد. از همه ایران کردی، من کردم، کردیش، همه افغانی، عربی، همه چی میخونم با آقای یاری که واقعا یاری دهنده است. واقعا واقعا، ولی ما خب تازگی ها سعی کردیم بریم به قول آقای یاری برای نسل جوان داریم میخونیم آهنگای شروع کردیم با آهنگای حامی تراد و چه میدونم ماکان بند و پازل بند و بعدی میگه گلاوی تو رو خدا دست سر اینا برده بارتون همو هایدا میگم. البته من بیشتر خدا های زرمیر عزیزم که خودشون صدای خیلی قشنگی دارن سنتی میخونم، من مخالفتی ندارم، ولی میگم که بیشتر اساتیدی که ما قبلا داشتیم یه یادیم از اون آهنگای گردوهای که بالاخره از آهنگای خواننده‌های خوبمون مثل خانم مرضیه، دلکش، بنان، اینا رو هم یه جورایی بهشون بپردازیم. ضمن اینکه جدیدا رو میخونیم خیلی هم قشنگه، خیلی هم خوب ساخته میشه، یه مقدار هم نسل جدیدمون رو با آهنگای قبلی آشنا کنیم. دقیقاً آفرین. البته ما نگاه میکنیم به کاستومر، یعنی به جمعی که نشستن. خب گاهی وقتا میبینیم جمعی که خب سن سال خودمونه یا از ما مثلا خب یه ذره اولترن میشینیم آهنگای به قول یاری آهنگای سنتی میخونیم، آهنگای از خانم هایده. بله، با اون جب. بله، گاهی وقتا جوان ها میبینیم نشستن، خب میبینیم که نشستن نمیخوان مثلا، ولی خب وقتی میبینیم جوان ها هستن شروع میکنیم به اون آهنگای جدید، خب میبینیم اونا دارن با ما میخونن، خب ما بله. انرژی میگیره. یکی از گاهی میتونه گریز بزنه، یکی از اون آهنگای شاد قدیمی رو. بله. خب حالا یه دو سه تا آهنگ واسه ما میخونیم دیگه. حتما ما نپرسیم که چیا میخونیم، ما هم سورپرایز بشیم. بله بله بله، سورپرایز بشیم. بله، ما همیشه باشه. ما همیشه به قول آقای یاری فیل بدا هست آهنگامون. بسیار خدمتتون هستیم. ما قبل از اینکه بسیار بریم به استودیو و شما آماده بشین که بخونید، بله، من میخواستم ایدیوتونم بدم دیگه. دست شما در نکنه، دست شما، من مال هر سالتون رو نگه داشتم، دستتون در نکنه. هر سال داریم ایشالله که این کلکسیون از اینا نگه داریم، این بذاریم تو کیفمون تا آخر سال پر بشه از نه ده دلاری. البته ده دلاری استثنایی ها، اینا لیمیتد ادیشنه. خب اینا زیاد دیگه چاپ نمیکنن، فقط به مناسبتی چاپ کردن، اینا به ارزش میشه، نه به خاطر امضای من، به خاطر. خب پس من نگه دارم که این زمانی نکنی یا بسرم بله فاصله خرج نکن، سال دیگه خرج نه من خرج نکنی، نگه میدارم. مرسی از شما که اومدید، تشکر کردید.
برایتون آرزوی سالی سرشار از خوشی و موفقیت شما و از شما واقعا متشکرم آقای زریمر، شما همیشه عزیز، شما و خانم شیوا همیشه به ما لطف دارید، من آقای البته همه هنرمندان تورنتو لطف میکنید و ما رو به قول معروف دعوت میکنید، اینجا به ما لطف دارید، ما از شما متشکریم که یادی از ما میکنید. ولی یه گلگی هم بکنم که توی فستیوال های هیچ وقت کرد نمیایید و دیگه امسال توی فستیوال امسالتون توی تابستون باید حتما یه کرد باشه، چون ایران گفتم ایران همه لهجه ها داره، باید آذری باشه، باید کرد باشه، با شمالی باشه، خانم شیلا، من، خانم آیگون، ان شاء الله. حالا یه وقتی مثلا نگمونی که گرفتاری نمیرسیم، من گرفتار من همیشه به شما لبه گفتم نه شما همیشه آره. میدونی که من داشتین. من همیشه و آقای یاری هم واقعا و اینکه وظیفه خودمون میدونیم که مثل یه ایرانی کرد زبان اونجا باشیم ان شاء الله. سال آینده انشالله به امید خدا انشالله. من به امید خدا از زریم از شما تشکر میکنم. فعالیتی که واقعا من میبینم پشت صحنه چقدر با تماس ها و خلاصه با خود من چندی بار تماس و اینی که خیلی واقعا ممنونم ازتون که زحمت میکشین برای کامیونیتی ما، برای این فضا و واقعا خیلی سخته، خیلی زحمت میکشین، خیلی کردن تلویزیون یعنی واقعا یه کار بسیار. از شما متشکرم که تشریف آوردین و هموطنانمون رو شاد میکنیم با هنرتون. خب تا دوستان آماده باشن ما میریم سراغ اتاق فرمان ببینیم که چی داره، بعد صدای زیبای گلاویش با همراهی آقای یاری ما لذت میبریم از هنرشون. با ما باشید.